مطمئنم که همتون برای یک بارم که شده یک مسابقه کشتی رو یا از نزدیک یا از پشت تلویزیون تماشا کردیم. کشتی رشته اول مملکت کشور ماست. کشتی تو خون ماست. کشتی اصالت داره. برای همین می‌دونم که همتون برای یک بار هم که شده مسابقات کشتی رو زیر نظر داشتید. عرضم خدمتتون که گوش شکسته من و قیافه زمخت و خیلی چیزهای دیگه نشون میده که بله من هم این تجربه رو داشتم. اما نمیدونم میدونید یا نه، یک قهرمان کشتی به هیچ عنوان اجازه تسلیم شدن نداره. یک قهرمان کشتی با اینکه ضربه های بزرگ روحی روانی رو تحمل میکنه، اما هیچ وقت اجازه نداره که حتی به تسلیم شدن فکر بکنه. تجربه گرانبهایی بود زندگی روی دوشک کشتی. سخت تمرین میکردم و نفس نفس میزدم و یاد میگرفتم که حق تسلیم شدن ندارم. شلاق میخوردم و حمله میکردم و متوجه میشدم که تو این راه به هیچ عنوان نباید به تسلیم شدن فکر کنم. ضربه های سنگین رو تحمل میکردم. گوشم شکست، بینیم شکست، استخونام خورد میشد و متوجه میشدم که راه سختی رو در پیش دارم و تو این راه تسلیم شدن اکیداً ممنوعه. دنیای بسیار سختیه، ولی باید با سختیاش کنار بیاییم. روزا میگذشت و من برای رسیدن به هدفم یعنی قهرمانی آماده و آماده تر میشدم. تا اینکه رسیدم به دوشک مسابقه، دنیای پرهیاهوی مبارزه، اونم از نوع بین المللیش. واقعا عجب قواکده‌ایه. اونجا چیزای بزرگ و ارزشمند یاد گرفتم. یاد گرفتم که اول باید به خودم غلبه کنم. یاد گرفتم باید استرسامو کنترل کنم. یاد گرفتم که باید جلوی چشم هزاران نفر تواناییمو به نمایش بذارم و فقط و فقط مبارزه کنم. یاد گرفتم جلوی حریفای سرسخت و قلدر نترسم و با تمام وجود از حیثیت خودم و خانوادم و مردم شهر و کشورم دفاع کنم. یاد گرفتم که اگر پهنی عقب افتادم با تمام وجود تلاش کنم و پهنای عقب افتاده رو جبران کنم. یاد گرفتم اگر کسی ازم یه پهن گرفت حتما باید ازش دو پهن بگیرم. حداقل دو پهن بگیرم. داریم به جای جالبش میرسیم. چقدر دنیا زیباست وقتی که مبارزه رو برنده میشی و داور دستتو به عنوان برنده بالا میبره. اتفاقای خیلی جالبی میفته. همه عالم و آدم، پیر و جوان، دوست و دشمن، غریبه و آشنا به افتخارت بلند میشن و کف میزنن و تشویقت میکنن. از دوشک میای بیرون همه به طرفت حمله میکنن که بهت دست بدن و خسته نباشید بگن و خدا قوت. عرق سر و صورتتو پاک میکنن، یکی بهت آب میده، یکی آب میوه، کمکت میکنن لباستو عوض کنی و خلاصه خیلی خوش میگذره. این روی برنده بودنه. اما دو ساعت بعد یه مبارزه دیگه. بابک هولاکویی دوباره باید بره رو دوشک کشتی. اما همونطور که همتون میدونین دنیا زیر رو داره و مسابقه برد و باخت. این بار قرار دنیا روی بدشو به من نشون بده. باز هم با تمام وجود تلاش میکنم، تمام سعیمو میکنم، اما این بار برنده مسابقه نیستم. ای وای، این بار که از روی دوشک میام بیرون یک سکوت مرگبار رو میبینم. همون آدمایی که تا چند ساعت پیش دارن منو تشویق میکردن چپ چپ نگاه میکنن و روشونو بر میگردونن. باید تک و تنها از جلوی همه این آدما رد بشی بری به سمت رختکن. زمزمه هایی که میشنوی، صفات منفی که بهت میدن، بی عرضه بود، این که کشتیگیر نیست، نمیدونم ترسود و از این حرفا، یک بغض کشنده‌ای تمام وجودتو در بر میگیره و باید تک و تنها بری و تمام فشارها رو بریزی تو خودتو، یک گوشه‌ای بشینی، هولتو بکشی رو سرتو برای که دیگران متوجه نشن، آهسته و آروم هق هق گریه کنی. آره، تو مملکت ما با بازنده اینجوری برخورد میکنن متاسفانه. اینجاست که میفهمی معنیش چیه که میگن پهلوان زنده رو خوش است. اما اگر
روحیه تسلیم ناپذیری داشته باشی و اراده محکم و سودای قهرمانی، قطعا ندای درونت باهات صحبت میکنه. با من صحبت میکرد، داد میزد پهلوان چته، بلند شو، چی شده؟ شکست خورده دیگه. اینا نمیدونن تو که متوجهی که شکست پلهیه برای پیروزی. تو که میدونی دوباره باید بلند شی. مگر داریم قهرمانی رو که طعم شکست رو نچشیده باشه؟ مگر داریم آدم موفقی که شکست نخورده باشه؟ زیر همون حوله در حال گریه کردن به خودم قول و قرار قهرمانی تو میدون بعد رو میدادم. برنامه تمرینی فردام رو آماده میکردم. بلند میشدم، دستم رو به زانوها میگرفتم و یک یا علیه دیگه. تصمیم میگرفتم با اینکه دنیا دنیای نامردیه و اکثر آدما فقط تو پیروزی ها و خوشی ها پشتتن، قوی تر از قبل باشم. و با خودم حک کنم تو مغزم که تسلیم شدن اکیدن ممنوعه. خدا رو شکر با این قانون برای خودم تونستم راه های موفقیت تو کشتی رو طی کنم و به اندازه که زحمت کشیدم نتیجه بگیرم. حالا که این قانون یاد گرفته بودم و متوجه شده بودم که برای رسیدن به هر هدفی فقط لازمه که کامل سعی و تلاشتو بکنی و به هیچ عنوان تسلیم نشی، خواستم که این قانون رو وارد زندگی و بیزینسم هم بکنم. تصمیم گرفتم مثل ورزش توی زندگیم برای خودم هدفهای بزرگ ترسیم کنم و برای رسیدن بهش تمام تلاشم رو بکنم و به هیچ عنوان تسلیم نشم. سال 1378 اولین باری که من عضو تیم ملی کشتی ایران شدم و به مسابقات جهانی ژاپن اعزام شدم، $600 پاداش به ما دادن. این $600 رو خرج نکردم، برگردوندم ایران و به قولی از صفر شروع کردم و با برادرم زمان دانشجویی اولین بیزینسمون رو شروع کردیم. یه رستوران کوچیک راه اندازی کردیم. خیلی لذت بخش بود، اولین شغل مستقل و موفق من. راستی کاری مشخص شده بود در برنامه های رستورانداری و تشریفات و برگزاری ایونت های مختلف فعالیت میکردم. پله های ترقی رو خیلی زود بالا رفتیم و تو سال های 92-93 بود که تونستیم جایگاه خیلی خوبی رو تو شهر مشهد در حوزه ودینگ و بحث تشریفات و رستورانداری برای خودمون دست و پا کنیم. دوباره اتفاقای تکراری، به اوج رسیده بودیم. مردم خیلی دوستم داشتن، خیلی احترام میذاشتن، دوستای خیلی زیادی دور و برم بودن. به اصطلاح دوست، خیلیاشون کنارم بزرگ شدن، خیلیاشون استفاده میبردن یا به عبارتی سوء استفاده میکردن و اتفاقای دیگه. خیلی دعوت هم میکردن تو مجموعه هاشون، تاب میخوردن و دلبری میکردن و ادعای عاشقی. همینطور که در حال پیشرفت بودم، اواخر سال 94 تصمیم گرفتم که یک حرکت ویژه بزنم. خواستم که تو شهر مشهد یک رستوران متفاوت افتتاح بکنم. از منو جذب کردم، تمام دارایی مو ریختم وسط. یه رستوران خیلی خاص توی بهترین خیابون مشهد با مساحت خیلی عالی و دیزاین و سرویس دهی خیلی متفاوت افتتاح کردم. عجب افتتاحیه ای گرفتم. حدود 100 میلیون تومان از راه دور و نزدیک دوست و آشنا فقط برام گل فرستادن. خیلی تشویقم میکردن، خیلی پیشنهادهای متفاوت بهم میدادن. همه ازم نظر میخواستن، همه ازم مشاوره میخواستن و و و. دوباره رسیده بودم به اون روزای خوشگل. همه دور و برم بودن، هیچ وقت تنها نمیموندم. در عرض 6 ماه شدیم یکی از بهترین رستوران‌های شهر مشهد و یه فروش خیلی خوب و برنامه‌های دیگه. سرتون رو به درد نیارم. به قول قدیمی‌ها به اوج رسیدن خیلی سخته، ولی موندن تو اوج از اون سخت‌تره. یه سری اشتباه‌های فردی خودم، یه مقدار غرور کاذب، مسائل و معضلات بیرونی باعث شد که دوباره پاشنه‌ای در بچرخه و اون روی دیگه‌شو به ما نشون بده. من ورشکست شدم. ورشکست شدم و ضربه مالی سنگینی خوردم و دوباره همه دار و ندارم رو از دست دادم و حتی بدهی هم بالا آوردم.
داشتم با این معضلات کلنجار می‌رفتم، یهویی سرمو بالا گرفتم و با یک صحنه خیلی وحشتناک روبرو شدم. قبلا تجربهش کرده بودم اما نه به این وحشتناکی. دیدم چقدر تاریک شده همه جا، چقدر دوباره تنها شدم. همه اون آدم‌هایی که ادعای رفاقت داشتن، ادعای دوستی داشتن، تا کمر جلوی من خم می‌شدن، هیچ اثری ازشون نبود. اونایی که ادعای عاشقی داشتن که دیگه نگو. تنهای تنها شده بودم. هیچکی کنارم نبود. خیلی ازم استفاده کردن، اما توقع داشتم که اون موقع حداقل یک احوال پرسی، کسی با من تلفنی تماس نمیگرفت. میترسیدن که یک موقع تقاضایی ازشون داشته باشن. روزای سختی رو میگذروندم، روزای تاریک و تنها. به معنای واقعی زمینگیر شدم. تمام انگیزم رو از دست داده بودم و افسردگی گرفته بودم. تو خونه افتاده بودم. تنها چیزی که میدیدم پدر مادرم بودن. واقعا باید قدر پدر مادرمون رو بدونیم. تو هر شرایطی پشت آدم رو دارن. من خیلی آدم مغروری بودم. خیر سرم کشتی‌گیر بودم، قهرمان بودم. ولی توی خونه میشستم و گریه میکردم. اشکای پدر مادرم رو با اشکای خودم میدیدم. میدیدم قصه های منو میخورن و دارن پیر میشن. یه روز سر سفره نهار با پدر مادرم نشسته بودیم. اولین لقمه‌ای که پدرم براش گذاشت تو دهنش، حالا روز منو که دید بلند بلند گریه کرد. شنیدن صدای گریه پدر خیلی سخته، خیلی سخته. نتونستم ادامه بدم. از سر سفره بلند شدم و رفتم تو اتاقم. نشستم و زار زار گریه کردم. فکرهای احمقانه‌ای به سرم می‌زد. عملاً و علناً داشتم تسلیم می‌شدم. نمی‌دونم چرا اون انرژی بود که صدای گریه پدرم بهم داد یا هر چیز دیگه‌ای، یا اون روحیه تسلیم ناپذیریم بود، دوباره صدام کرد. های بابک هلاکویی، تو بودی که دم از پهلوانی می‌زدی، تو بودی که دنبال قهرمانی بودی، تو بودی که دنبال پیشرفت بودی. این چه وضعیه؟ بلند شو. دلتو شکستن؟ اشکالی نداری. تنها موندی؟ اشکالی نداری. باید خودت دوباره همه چی رو درست کنی. دوباره تویی که باید اراده بکنی و بلند شی. گریه میکردم و با خودم اراده کردم. خیلی ضعیف شده بودم. دستم رو به زانوام گرفتم و یه یا علی محکم دیگه گفتم. تصمیم گرفتم از شکستام درس بگیرم. تصمیم گرفتم قدمای بعدیمو محکمتر و با استقامت‌تر بردارم. تصمیم گرفتم پلنی بنویسم که درصد شکست احتمالی رو به حداقل برسونه. تصمیم گرفتم کمتر به آدم‌ها اعتماد کنم. تصمیم گرفتم دیگه به هیچ عنوان به این مرز نرسم. تصمیم گرفتم توی مغزم حک کنم. اگر میخوای موفق بشی باید اینو بدونی، تسلیم شدن مطلقاً ممنوعه. دوباره پلن موفقیتم رو نوشتم، دست پدر مادرم رو بوسیدم، آرومشون کردم و شروع کردم. خدا رو شکر جایگاه خوبی دارم و به زودی خبرهای بهتری رو هم اعلام خواهم کرد. به عنوان حسن ختام صحبتام میخوام زانو بزنم. از همتون خواهش کنم، یا نه التماستون کنم، اگر دوروبرتون آدم موفقی رو میشناسین، آدم مستعدی رو میشناسین که تو مقطعی از زمان به هر دلیلی شکست میخوره، کمکش نکنید، دستشم نگیرید. ولی تو رو به خدای احد و واحد حداقل بهش ضربه نزنید. پشتش رو خالی نکنید. بهش نامردی نکنید، خیانت نکنید.
نابودش نکنید. خیلی ممنونم. متشکرم. یه عالی بدید.